در دوران حضور نیروهای خارجی در افغانستان هزاران شهروند بیگناه افغانستانی در عملیات و حوادث مختلف توسط نیروهای خارجی کشته شدند این موضوع خشم و اعتراض برخی سازمانهای های بین المللی از جمله سازمان مسلمان آزاده را برانگیخته و خواستار تحقیق بررسی و رسیدگی به این موضوع شدند سازمان مسلمانان آزاده از سازمان های بین المللی که در گذشته نیز در زمینه حقوق بشر و به ویژه دفاع از حقوق مسلمانان جهان فعالیت داشته از دولت انگلستان خواسته درباره حوادث و عملیات های انجام شده توسط نیروهای ارتش انگلیس در سال 2010 میلادی در ولایت هلمند در افغانستان که به کشته شدن چندین شهروند افغانستان منجر شد تحقیقات و با بررسی های لازم و کاملی را انجام دهند. سازمان مسلمانان آزاده در همین راستا بیانیه خطاب به کمیته تحقیقات سازمان ملل متحد و دادگاه جنایت های بین المللی صادر کرد که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید در بخشی از این بیانیه سازمان مسلمانان آزاده جنایت انجام شده علیه شهروندان غیر نظامی و بیگناه افغانستان را بسیار خطرناک توصیف کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف و عادلانه در این زمینه شد. سازمان مسلمانان آزاده در بیانیه خود ضمن اینکه جنایت صورت گرفته در سال 2010 میلادی در ولایت هلمند را جنایت جنگی نامید اعلام کرد که بر اساس قوانین و عرف بین الملل گذشته زمان سبب از بین رفتن جنایت جنگی و آثار آن نمی شود. حتی اگر سالهای سال از آن بگذارد لذا باید تحقیقات شفاف و عادلانه و دقیقی در مورد آن صورت گیرد تا حقیقت آشکار شود علی اکبری اخبار شیه لازم به ذکر از طبق گزارش ها و اخبار منتشر شده در رسانه های محلی افغانستان یک افسر و یک سرباز ارتش انگلیس در سال 2010 میلادی در ولایت هلمند در چندی مورد بدون دلیل شهروندان غیر نظامی و بیگناه افغانستان را مورد هدف قرار داده و موجب کشته شدن آنان شدند این دو افسر انگلیسی پیش از این به جنایت خود اعتراف کردند